در همین مدل رادیو پخش ها، یعنی رادیو پخش های آردیوی که از سال 90 تقریبا برای 26 نصب شده، اگر که ایراد بلوکه یا همون بلاک یا قفل روی ضبط ها مشاهده کردیم، ما با استفاده از دستگاه پی پی اس میتونیم نسبت به باز کردن قفلش اقدام کنیم. تقریبا میتونیم بگیم که تنها در همین مدل ضبط شما این کار رو میتونید انجام بدید. توی این مدل ضبط ها اطلاعات فقط دیگه بر روی صفحه دیسپلی خودش نشون داده میشه و در قسمت داشبورد، اون صفحه نمایشی که هست روی داشبورد، دیگه نمایش داده نمیشه. خود چهار رقمش روی برگ گارانتی خود رو وجود داره و اگر که حالا به هر دلیلی خود مفقود بشه، گم بشه، شما میتونید از طریق نمایندگی اون کد رو یه بار دیگه دریافت کنید. نکته گفته از وارد کردن کد 1111 خودداری بشه. حالا بعضی وقتا میبینید کد 1111 در بعضی از مدل خودروها به عنوان کد مادر بوده، اما روی این مدل ضبط میگه اگر شما این کد رو وارد کنید ممکنه باعث لاک شدن کامل رادیو پخش بشه و دیگه شما اصلا نتونید هیچ کاری رو با اون انجام بدید، حتی با دستگاه ایریال هم قادر به باز کردنش نیست. جدا کردن از سر باتری یا کانکتورش خب وضعیت لاک ایجاد میکنه و دوباره شما باید اونو فعال کنید. اگر سه مرتبه کد رو اشتباه بدید، رادیو یا رادیو پخش ما در حالت قفل قرار میگیره و حالا اونو باید با دستگاه پی پی اس از حالت لاک خارج کنید. برای این کار تقریبا آخرین ورژن پی پی اس حالا در اون زمان 11A بوده، برای که بتونید وارد منوی ضبط بشین از قسمت ریپلیسمنت پارت، رادیو و آردیو فرمنت وارد اون قسمت میشید. اگر وقتی که اون رو دیدید با پی اوکی کردن میتونید وارد منو شد. در اون حالت یک پیغام برای شما بنامش در میاد که This crystal lock and audio system. یه سیستم رادیو شما قفل هست و برای باز کردنش میتونید شروع کنید به انجام دادنش، یا در شکل پایین نوشته unlocking the ECU برای باز کردنش. در همون قسمت یک گزینه هست برای خوندن کد. Retrieval of Security Code. اگر شما وارد اون گزینه بشید، چهار رقم کد خود رو، کد ضبط رو به شما نشون میده، 6562. بعد با داشتن این کد از قسمت Enter the Security Code میتونید کد رو چیکار کنید؟ وارد کنید. البته نکته اینجا هست که وارد کردن کد شما باید توسط دستگاه پی پی اس انجام بشه، یعنی که شما از روی صفحه کد رو وارد نمیتونید بکنید. چرا؟ چون ضبط شما در حالت لاک قرار گرفته، به همین خاطر از طریق خود پی پی اس شما فقط میتونید کد رو بهش وارد کنید که به ترتیب با اعداد 6 2 4 و 3 کد وارد میکنید شما توسط دستگاه ایبیا پی پی اس تون و دوباره رادیو پخش شما فعال خواهد شد. در زمانی که میخواییم کدهای ضبط ها رو برگردونیم، حالا یا از طریق آی سی یا از طریق سریالی که برای خود ضبط ها وجود داره، نوع ضبط ها رو شما باید بتونید تشخیص بدید. در اکثر موارد در قسمت پشت ضبط، قسمت زیر ضبط ها رو اگه میخواییم حساب بکنید، مدل اون رادیو پخش برای شما نوشته میشه و همچنین شرکت سازنده. به طور مثال این مدل فوریو از شرکت سازنده دوران الکترونیک است، دوران الکتریک است. یا حالا قسمت ضبط زیری مدل پاناسونیک از شرکت سازپویش است. دلیل مشخص شدن اینها این هست که
عرض کردم اگر که پشتش رو نگاه کنید یک سریال برای شما نوشته میشه و در بخش تعمیرات ECU ما عنوان کردیم که به چه صورت دوستان میتونن از طریق همین سریال کد ضبط رو پیدا کنن در بعضی از مدل ها و در بعضی از مدل های دیگه هم که با خارج کردن اطلاعات IC و استفاده از نرم افزارهای مخصوص خودش میتونن کد ضبط رو استخراج کنن. به همین ترتیب زمانی که ما میخوام یک فایل جدیدی رو بریزیم برای یک ضبط حتما باید مدل و سازندش رو بدونیم. به طور مثال اینطور بهتون بگم، اگر شما دو تا ضبط پاناسونیک داشته باشید که هر دو تا از شرکت ساز پویش باشه، میتونیم اطلاعات یک ضبط رادیو پخش دیگر رو بر روی رادیو پخش دیگه قرار بدیم. با این حالت کد رادیو پخش جدید ما مثل رادیو پخش قبلی که ازش اطلاعات رو دریافت کردیم تغییر پیدا میکنه. یعنی اگر این حالا بگیم یک مدل دیگه ای از پاناسونیک باشه و ساز پویش کدش به طور مثال میگیم 2190 باشه، زمانی که اطلاعات IC از این ضبط به این ضبط منتقل میشه کد این ضبط هم میشه چقدر؟ میشه 2190. هر دوتاشون در یک حالت میشه. حالا این چیزی که شما الان دارید میبینید مدل هایی است که برای خودروی را قرار گرفته. از مدل ضبط های دیگه ای که برای 206 شما اونها رو مشاهده میکنید این مدل ها هست، ساخت شرکت دوران الکترونیک، موج نیکان از شرکت الوند سفر فارسیان، رادیو پخش جهت به دیسپان، یعنی حالا اینا هم دیجوری میتونن پخش کنن، شرکت کاریان هست و بعدیش هم که میگه فقط برای خودروهای V6 تا V19 V6 و V19 استفاده میشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.